بیش از 30 خورده ویدیو در یوتیوب و 80 ویدیو در تلگرام منتشر کردیم و همه هر روز اینو از ما میخواستن، آقا تو یه ویدیو بیاین تمامی پیراپزشکی‌ها رو مقایسه کنید و بگین کدوم بهتره. نگینم هر کدوم مزایای خودشو داره، بیایید قشنگ رده بندی بکنید. و من خیلی مقاومت کردم امسال که این کارو نکنم، ولی توی این ویدیو میخوام تمام پیراپزشکی‌ها رو برات مقایسه بکنم و بگم کدومو بری کدومو نری و برات رده بندی بکنم و جام زهر بنوشم و این کارو بالاخره بکنم. بریم که داشته باشیم. سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. من حسین چگنی هستم و منم جوادم. جواد یکم دیلی داره در حد 1 ثانیه تا ویدیو و ما کول مدیم و توی تمام شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، توی دیسکریپشن میتونی ببینی. هر سوالی هم آره دیگه، هر سوالی هم داشتی ما در خدمت. تیک تاک غیر میدیم، معمولا اینجوری صحبت نمی‌کنیم. هر سوالی هم داشتی تو همین کامنت ها در خدمت هستیم در هر حوزه‌ای. بچا ما ویدیوامونو با نظر خود شما دانش آموزها، داوطلبین و افرادی که ما رو می‌بینن و سابسکرایب می‌کنن و لایک می‌کنن می‌سازیم. هر نظری داشته باشی، هر ایده‌ای که داری با ما در میون بذار، ما ویدیوشو برات درجا میسازیم. خب مقایسه پیراپزشکی، اولا که بچه پیراپزشکی در لغت با چیزی که شما بهش میگید پیراپزشکی فرق داره. مثلا توانبخشی داریم، پرستاری مامایی داریم، پیراپزشکی هم داریم، اینا جدوان هستن، ولی دیگه توی عوام همه اینا رو میگن پیراپزشکی. یعنی الان چیزی که ما به عنوان پیراپزشکی میخوایم معرفی بکنیم توی این ویدیو، با اینکه خیلیاشون پیراپزشکی نیستن، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تغذیه، رادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت ها که 3 تا میشه، به علاوه مامایی، به علاوه گفتار درمانی، کار درمانی، پروتزهای دندانی و اعضای مصنوعی. میخوایم اینا رو براتون رده بندی بکنیم. هیچ کس تا حالا این کارو نکرده. چرا؟ چون که چند سال پیش من یه بار این غلط رو انجام دادم، خام بودم و کاردرمانی رو بردم زیر زیر. خب رفته بودن توی گروه‌های کاردرمانی اسکرین شات پخش کرده بودن و من با هزاران فوش خارمادر و میسکال‌های حاوی فوش خارمادر و پیامک‌های حاوی فوش خارمادر مواجه شدم. از طرف کاردرمانی‌های عزیز گفته بودن شما چون رسانه داری اومدی اعتبار رشته ما رو خراب کردی، تو اینستاگرام این اتفاق افتاده بود. و ما تصمیم گرفتیم دیگه هیچ وقت ردمندی نکنیم، چون بهشون برمی‌خوریم، میگه برو بابا، این میگه برو بابا. هر رشته‌ای محاسن خودشو داره، معایب خودش هم داره. یعنی اگه ما یه رشته رو می‌ذاریم ته، مثلا رتبه نمیدونم 17 تاست، رتبه 17 هم به خاطر معایب کم و معایب بیشتر تو که نمیدونی من چی میخوام بگم. آره اونجا رو نه، یه چیزی رو میذاریم رتبه 17 هم، شما اگه توی اون رشته خوب باشی، یعنی یه سری مزایا داری، سری معایب داری، شما اگه خوب باشی میتونی از اونی که رتبه 1 هم بیشتر پول در بیاری و رضایت بیشتری داشته باشی. پس صفر و صد نیست، ما صرفا نظر شخصی داریم میگیم. پس فوش ندید لطفاً و نمیگه بابا بابا این رشته فلانه و امانه. من یه سلیقه‌ای دارم، تو یه سلیقه‌ای داری، من یه ملاکایی دارم، تو یه ملاکایی داری. خیلی اصلا هیجانی دوست دارن باشه رشته، خیلی اصلا فقط به پول میرن، استخدام میرن. یکی از مثل من راحتی کار خیلی براش مهمه. هر کسی یه سری ردبندی‌ها داره برای خودش دیگه و می‌خوایم بریم داشته باشیم. اول از همه یک کاتگوری بندی می‌کنیم اینا رو، بعد هر سوالی داشتی حس می‌کنی نیاز جای نیاز به توضیح داره توی کامنت‌ها بپرس، در خدمتت هستم. ببین بین رشته‌ای که اسم آوردم یه چندشون اصلا کارشون خیلی زیاده. کار زیاد یعنی پیر میشی، یعنی مثلا 20 سال کار کنی انگار 40 سال کار کردی، یعنی هر روز قرار فوش بدی به خودت، کارش خیلی سنگینه. یکیش پرستاری، یکیش مامایی، یکیش فوریت. حالا اینها این ستا بالاترین میزان کار و استخدام رو دارن. حالا مامایی یکم کمتر، بیشتر خود پرستاری و فوریت پزشکی. اینا رشته هایی هستند که فوق العاده سخت، کارش ها نه درسش، فوق العاده سخت، فوق العاده سنگین، فوق العاده پر استرس و فرسایشی، ولی از اون طرف استخدام و کار و اینها هم براش زیاده. استخدام به معنی درآمد نیست، یعنی انقدر استخدامی زیاده میتونی دو جا کار بکنی، یعنی اگه شبانه خوابی 3 جا کار بکنی، همه جا میخواند. بیکار بمونی هم یعنی خودت حال نکردی بری، حقوق کم بوده یا هر علت دیگه. پس ببینید یه ترازوه، هیچ رشته‌ای مثل لپتاپه، هیچ وقت یه لپتاپ پرفکت نیست، هیچ رشته‌ای حالت تکمیل و اوکی نداره. چرا هیچی نمیگی؟ منتظرم بگی تا بعد من دلیل بیارم. یا مثلا الان تا اینجا که گفتم یه دلیل بیار. همین کارا رو میکنی تو کامنت ها میگن نچسبه. مثلا یکی از محاسن مثلا رشته فوریت رو بخوام بگم، تو دوره دانشجویی خیلی حال میکنی، خب میشه برای یکی بخواد مثلا ملاک باشه همونجا رو نگاه کن. خب رشته های سخت رو گفتم، یه سری رشته ها به این اصلا کارشون خیلی کمه، نه که کار نیستن، خودت باید بری برای خودت کارگیر بیاری، کسی استخدامت نمیکنه، یا تو ایران شاید تکنولوژیشو هنوز نداریم. مثل
مثل همون آره شنوایی سنجی اینا که اصلا اینا خودشون حالت سلف ورکینگ دارن و استخدام نکنن هم میتونی بری یه جا کار بگیری، تغذیه هم همینطوره، ولی بعضیشون اصلا خیلی دیگه کمن، مثل علوم آزمایشگاهی یکیشه، چون تعداد آزمایشگاه کمه اون یکم بس توش زیاد، مثلا یه سهمیه نداشته باشی. یکی رشته های بهداشته، یکی پروتز و اعضای مصنوعی و گفتار درمانیه. این چند تا رشته توی این لیست یه خورده استخدام و ایناش پایینه، یعنی درصد کسایی که کار غیر مرتبط میکنن یا رشتهشون عوض کردن یا بیکارن یکم بالاتر نسبت به بقیه. یه ملاک دیگه پوله، یعنی شاید کارش کم باشه یا نه حالا زیاد هم باشه، ولی پول و درآمدش برای یه کار بیشتره. مثلا پرستاری خیلی کارش زیاده ولی پولش از فیزیوتراپی کمتره. یکی فیزیوتراپیه، یکی بینایی سنجیه، یکی همین پرستاری، نه یکی همین پرستاریه. کار درمانی نام خوبه ولی چون میگم استخدام و کارش کمه و خیلی مثل روانشناسی، یعنی مثل روانشناسی خیلی وایده شغلش، یعنی خیلی هستن درآمدشون صفره ورشکستن، خیلی هستن میلیاردرن. رشته‌ای مثل کار درمانی، گفتار درمانی و شنوایی هم به همین صورته، ولی این رشته ها بر طبق آمار درصد کسایی که درآمد دارن کسب میکنن بالاتره. اینم در نظر بگیر پرستار کلینیک زخم و کارهای برخی از کارهای زیبایی اینها رو هم میتونن انجام بدن مثل بقیه پیراپزشکان. خب این هم شد از این پارامتر. یه پارامتر دیگه اینه که درس کدوم سخت‌تره، یعنی دوران تحصیل کدوم سخت‌تره. یکیش فیزیوتراپیه، علوم آزمایشگاهی، بینایی سنجی، شنوایی، کار درمانی و گفتار درمانی. به نظرم کلن صحبت نکن تو رادیولوژی واقعا درسش سخته چون همش به فیزیک نه مربوطه. اصلا سخت نیست به نظر من، همش به فیزیک اصلا مربوطه. سخت واقعا سخته. من در مقایسه با اینها خود میگم نظرات آره. متفاوته. ببینید ما همینجا الان دوچار بحث شدیم بین خودمون. خب خب پس مبنای کلی قرار ندین صحبت ها رو، من تو خودم صحبت میکنم، جوابم تو خودی صحبت نمیکنه. هر جو دوست داری صحبت کن چیکار کنم. خیلی هاشون اصلا میشه کلینیک زد، خب میشه سلف ورکینگ کرد، مثل مامایی، مثل فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، بینایی سنجی، تغذیه، حالا پروتز اعضای مصنوعی لابراتوار میشه زد، ولی خب اینا هم جزء سلف ورکینگ ها هستن، اینا امتیاز مثبتن. حالا میخوام برات رده بندی بکنم، اینا همه مقدمه چینی بودن. ببینید توی بحث رده بندی کردن، من اگه بخوام درباره هر کدوم اینا توضیح بدم، هرچند تو ویدیو قبلی توضیح دادم، این ویدیو ساعت ها طول میکشه، فقط برات رده بندی میکنم. ملاک های من یکیش راحتی بوده، یکیش درآمد بوده. من راحتی و درآمد برام مهمتر بوده، یعنی اگه رشته یه خورده درآمدش بالاتر باشه ولی اصلا برای شغل نباشه، من میارمش پایینتر. و من در نظر میگیرم تو کسی هست که نه سهمیه داره نه پارتی داره. به نظر من بهتر ملاک های انتخاباتون اینا باشن و این خیلی مرتبط با بحث پرطرفداری و کم طرفداری نیست. ببینید اگه میبینید یه رشته رتبه بهتری میخواد، یه رشته رتبه ضعیفتری میخواد، همیشه به من نیست که اون رشته رشته بهتره. خیلی وقتا هست ظرفیت یه رشته خیلی خیلی کمه، به خاطر همین شما مثلا با رتبه بهتری باید داشته باشی که اون رشته رو قبول بشی. خیلی وقتا هست نه، مثلا پرستاری با اینکه رشته خوبیه ولی ظرفیتش خیلی زیاده، همه دانشگاه دارن میگیرن، شما با رتبه خیلی ضعیف‌تر هم میتونی قبول بشی. پس ملاک بس رتبه نیست. اول از همه فیزیوتراپی توی این لیست، بعدش گفتم دیگه راحت، درآمدش خیلی بالاه و خیلی خیلی خوبه دیگه. فیزیوتراپی خداست، فیزیوتراپی خیلی خوبه نسبت به این رشته. تمام بچهای پزشکی آره. حسرت اینو میخورن که چرا نه. آره فیزیوتراپی واقعا رشته خوبیه. بعدش بینایی سنجیه. چرا بینایی از شنوایی بالاتره؟ چون بینایی سنجی اون کسایی که بهش مراجعه میکنن خیلی بیشترن، تعداد چی میگن جامعه هدفشون، جامعه هدفشون خیلی گسترده تره. من خودم 3-4 بار طالب بینایی سنج مراجعه کردم ولی شنوایی سنج نه تا حالا. خب یکی پس فیزیوتراپی اول، دو میشه بینایی سنجی. این 3 و 4 و 5 دیگه خیلی ما بحث داشتیم توش، به این نتیجه رسیدیم که کار درمانی رو بذاریم رتبه 3. کار درمانی خیلی مشابه فیزیوتراپیه، تفاوتش میخوای بدونی، برای همین هم ما ویدیو داریم. مورد بعدی رادیولوژیه، بعدش تغذیه است، بعدش شنوایی سنجیه، بعد از اون وارد خود پیراپزشکی میشیم. اتاق عملو من از پرستاری بهتر میدونم چون کارش خیلی راحت‌تر نسبت به یک پرستار شغل، ولی استخدامش کمتره ولی حقوقا یکیه. اتاق عمل پرستاری، پرستاری مامایی در یک لولن، پرستاری به نظر من بهتر از ماماییه. بعد از اون رشته اعضای مصنوعی و پروتز هستن، اینا شغلشون کمه ولی درآمدشون خوبه، کار لوکسه، یه جوری آزمایشگاهی پشت میزی حساب میشه کار آزمایشگاهی. هرچه با بیمار ارتباط کمتری داشته باشی اون رشته لوکستر و بهتر محسوب میشه توی علوم پزشکی، هرچه ارتباط با بیمار بیشتر سخت‌تر. حالا بعد از اون میشه، همه فهمیدن از رو داریم میخویم، جفتمون داریم اینجا رو نگاه میکنیم. یه چیزی بگو، من میخوام یه چیزی بگو، هر چیزی میخوام باز کنم پرانتز. خب اعضای مصنوعی پروتز، بعد گفتار درمانیه، بعدش رادیوتراپیه،
چارتای آخر از نظر من هوشبریه، در انتهای پیراپزشکی ها میشه علوم آزمایشگاهی، بعد از اون فوریت پزشکی، بعد بهداشت. چرا فوریت پزشکی جزء اونایی که شغل براشون خیلی زیاده ولی زیر علوم آزمایشگاهیه، جزء یکی مونده باخره، یکی سختی کاره، یکیش هم بحث پرستیژ کاره که اگه من بخوام این مساله رو باز بکنم فوش میخورم. توی ویدیوی معرفی فوریت گفتم، اینو فکر کنم البته یوتیوب نذاشتم، اینو توی دوره خصوصی گفتم که خیلی از مردم دیده خیلی مثلا های کلاس این نسبت به فوریت پزشکی ندارن متأسفانه، اینکه کارشون خیلی زیاده و زحمت خیلی زیادی میکشن. در لول آخر بهداشتان کار کم، رشته زیاد پرستیژ خوبی نداره، کار تو روستا هاست، درآمدها هم خیلی کم میاد، درآمد قانونکار عملا نسبت به بقیه رشته های پیراپزشکی. بیمارستانی درآمدش کمتره، بیمارستانی ها بیشتره، اول کلینیکیان، بعد بیمارستانی ها، بعد اونایی که توی خانه‌های بهداشت و اینها کار میکنن. همین از نظر مهاجرت هم یه رتبه بندی بکنی بکن. ببین مهاجرت بسته ای داره، شما کاری بخوای مهاجرت کنین یا تحصیلی. اگر بخوای کاری مهاجرت کنین، خب در رتبه اولش میشه پرستاری. آره. واقعا اکثر کشورها برای یک کسی که همه پرستاره، همه جا همینه. آره آره، همه جا پذیرش دارن، ولی خب کاری که اونجا قرار شما انجام بدین با کاری که توی ایرانه متفاوته. مثلا بیشتر توی خانه های سالمندان و اینجور جا کار میکنین، نه اینکه مستقیم توی بیمارستان. بخواین تحصیلی مهاجرت کنین، از همه بهترشون رادیولوژیه. ما هر سال دانشگاه مختلف یه رشته دیگه زیاد دیدم، یه رشته دیگه هم هست، علوم آزمایشگاهی، توی مخصوصا مقاطع ارشد به بالا فوق العاده است مهاجرتش، ولی خب سخت ارشد گرفتن توی علوم آزمایشگاهی، جزء درسایی بود که درساش سخته. نه ارشد بگیری مهاجرت کنی، نه با لیسانس سخته، با لیسانس سخته، با مدرک ارشد هماتو ایمونو اینا خیلی راحت میتونی مهاجرت بکنی. خب همین. آره هر سوالی دارید بچه‌ها بپرسید، امیدوارم موفق و معید باشید و خدا نگهدار. خدا نگهدار.